به عهده گرفتم و باعث افتخاره و فکر میکنم که یکی از کارهای پسندیده هستش که انجمن فیزیک شروع کرده و از پیشکسوتان و اعضای ارشد این جامعه فیزیک به نحوی تجلیل میشه. ما الان اینجا هستیم واسه اینکه این برنامه رو این اشخاصی که امسال انتخاب شدن برای اینکه به این ترتیب ازشون تجلیل بشه دعوت کنیم، تشریف بیارن، صحبت کنن. همون جور که فرمودن بعد از این بخش سخنرانی آقای دکتر خانکی هستش که مدیریت اون بخش من با آقای دکتر مشفق محول میکنم پس از اینکه این قسمت تمام شد. خب ما در جامعه بزرگ فیزیک ایران افراد خیلی زیادی داریم که به این جامعه کمک های شایانی کردن. حالا این که در هر نوبت یک کسانی رو اسم میبریم به این معنا هستش که این اشخاص کمک واقعا زیادی کردن که عده‌ای از فیزیکدانان ایران به این واقعیت اذعان دارن. در وهله اول از آقای دکتر یوسف سبوتی خواهش میکنم که یه چند کلمه بفهمن به من اولین شخصی که در مجموعه پیشکسوتان معرفی شده. آقای دکتر سبوتی تشریف دارید؟ اگه دکتر سبوتی دستشون رو بالا کنم من شاید زودتر بتونم پیدا کنم اسمشون رو. صحبتشون من تصویر خودم رو قطع میکنم. پس آقای دکتر سبوتی شما یه چند کلمه بفرمایید. شما تو اتاقتون چراغ ندارین؟ تو اتاقی که هستین چراغ ندارین روشن بکنین؟ یه خورده نورانی تر بگید. آقای دکتر برق رفته. آقای دکتر اونجا دکتر سبوتی صداتون خیلی کوتاست. یا برای یه میکنم با میکروفون فاصله دارید. میکروفونم زیادش کن. الان خوبه صدا؟ من خیلی به زحمت میشنوم. نمیدونم در سالن صدا میره یا نه. الان چی؟ آقای نوربالا صدا خوبه؟ ضعیفه. درست میگین. یه مقدار منم احساس میکنم که یار از تنظیماتش هست یا میکروفون از دهنتون دوره. الان میکروفون تقریبا چسبیده به دهنمه. با میکروفون صحبت میکنم. یه کاری دیگه هم بذاریم انجام بدم ببینم. الان بهتر شد؟ صدا بهتر شد؟ یک کم بهتر شد. من پیشنهاد میکنم صحبت کنید دیگه. این قابل شنیدن چیزی که میفرمایید ولی ضعیفه. بسیار خوب. ببینید این چند وقته، این در حدود یک ماه پیش تا حالا، فرهنگستان ما هم مثل بسیاری از جاها تعطیله و از دور با هم دیگه صحبت میکنیم. ضمن این صحبت ها من احساس کردم که بسیاری از دوستان بر این باورن که جامعه علمی کشور و در که ما هم شامل انجمن فیزیک، انجمن شیمی، ریاضی اینها هم شامل حالشون میشه، به اندازه کافی کار لازم رو که در بر عهدهشون بوده و میتونستن انجام بدن انجام ندادن. و من هر وقت این نقدها رو میشنوم یه خورده اوقاتم تلخ میشه و سعی میکنم جواب بدم. اینی که من میخوام اجازه میخوام برگردم یه مقدار از این حرفای گذشتم رو از روی این یادداشتی که انجمن فیزیک در 20 سال پیش
در سال 70 80 در سال 80 بله نوشته از روی این بخونم که این نظرات منه. قریب به 70 سال از تأسیس دانشگاه‌های صحبت عرض کردم این حرفا رو من 20 سال پیش زدم و اگر اعداد و ارقامم رو میشنویم مربوط به 70 سال پیش به 20 سال پیشه. قریب به 70 سال از تأسیس دانشگاه تهران دانشگاه مادر می‌گذرد. در طول این سالیان دراز تعداد دانشگاه‌ها به بیش از 100 رسیده و تعداد مراکز پژوهشی در سال‌های 1310 تا 30 تصورش هم ممکن نبود به بیش از 50 بالغ شده است. در سالهای اخیر برگزاری سمینارها و کارگاه‌های تخصصی جزء فعالیت‌های متعارف مراکز آموزشی و پژوهشی در آمده است. مسافرت‌های علمی در داخل و خارج کشور در دسترس دانشجویان نیز قرار گرفته است. در درون جامعه فیزیک ایران گروه حرفه‌ای در حد چند صد نفر پا گرفته و به نظر این جانب با اقبالی که جوانان به شاخه‌های گوناگون علوم دارند با آهنگ رضایت بخشی در حال گسترش است. پژوهش به معنای حرکت در مرز دانسته‌ها و نادانسته‌ها و تولید علمی به معنای قابل عرضه بودن دستاوردها به جامعه جهانی بین دانشپژوهان امر شناخته شده ای شده است. برای اعضای هیئت‌های علمی ارتقا به درجات بالای دانشگاهی بر مبنای پژوهش و ارائه کار اصیل در اغلب دانشگاه‌ها مراعات می‌شود. اعطای مدارک دکتری و بعضاً کارشناسی ارشد در ازای یافته‌های جدید انتظار بجا و برآورده شدنی تلقی می‌شود. همه این نشانه های امید بخش و نیکو را به فال نیک میگیرم و بسیار خوشحالم از این که سخن این بدنه حاضر فیزیک ایران را برنا و پرتوان میبینم. نگرانی کوچکی هم دارم که امیدوارم درست نباشد. نظر به این که در ارزیابی داشته های خود یک قوم نهیلیست هستیم و مرغ همسایه را غاز میبینیم ممکن است گفته شود که هنوز از دنیا خیلی عقبیم یا اینکه همت لازم به کار نرفته، سرمایه گذاری شایسته انجام نگرفته، دستاوردها چشمگیر نبوده و آنچه هم در بالا گفته شد بر اثر پیشرفت همه جانبه دنیا و اقتضای زمان بوده است. من با این گروه هیچ انگار هم صدا نبودم و نخواهم بود. با اونهایی هم که فکر میکنن دنیا با تولد اونها پیدا شده و پس از اونها نیز به تباهی خواهد رفت و پیش از اونها هیچ کس سنگی روی سنگ نگذاشته و نسل بعد از اونها نیز لاوبالی است و کرده های اونها را به باد خواهد گرفت میانه ای ندارم. بسیار ضروری و سازنده خواهد بود که تاریخ کم و بیش 80 ساله فیزیک کشور به صورت نوشته درآید و فراز و نشیب های آن معلوم شود. در مقام نقد می توان روی ده ها نقطه ضعف از مدیریت، سرمایه گذاری ناکافی، بیتفاوتی عمومی بیگانه و باگانه و نبود محیط های آموزشی و پژوهشی برانگیزاننده یا کشتابی ها و بیراهی های افراد انگشت شمار انگشت گذاشت. ولی میخواهم از همه بگذرم و جنگ 72 ملت را عذر بنهم و بگویم کم و بیش در 100 سال پیش جامعه ما با دنیای پرجوش و خروش و پیشتاز دانش‌های نو و آثار و طبعات صنعتی و اجتماعی اون روبرو شد. چون از هیچ چیزش سر در نمی آورد نخست مبهوت و سپس مرعوب شد و خود را باخت. پس از حدود یکی دو دهه که آشناییش با جوامع علمی و صنعتی بیشتر شد یک سر شیفته شد و شیوه نسخه برداری از ظاهر و باطن اونها را برگزید. نیم سده دیگر لازم بود گروهی ولو انگشت شمار در میان ما پیدا شود
که به رمز و راز دانش‌ها و فناوری‌های نو پی ببرند و در مقام رویارویی با آفرینندگان آنها اقلن خود را برابر بدانند و هیبت و هیمنه خدایی در آنها نبینند. خود را صاحب نظر بدانند و حتی سهمی ولو اندک در گسترش دانش و فناوری جهانی داشته باشند. اگر داوری به انصاف باشد، راهی جز این نیز نمیتوانست پیموده شود. تکاندن گرد و خاک کهنگی از جامعه‌ای که صده‌های دراز در خمودی و ایستایی بوده کار آسانی نبوده است. در جامعه ما و هماهندهایمان تنش‌های حاصل از نوخواهی و نوجویی هنوز هم که هنوز است با قوت و قدرت خود را نشان می‌دهد. چرا انتظار معجزه داشته باشیم و چرا بیهوده خیال بکنیم که یک شبه میتوان پوست انداخت و راه 100 ساله رفت و کدام یک از همسایگان دور و نزدیکمان که شرایط فرهنگی و تاریخی همانندی داشتند توانستند بهتر از ما عمل کنند؟ چرا فکر بکنیم که اندیشمندان، فناوران، سیاستگزاران و سیاستبازان و عامه مردم ما همه و همیشه کوتاه آمده اند و به نادرست رفته اند؟ چرا فکر نکنیم که اون چه در طلبش هستیم هزینه و همت بیشتر از اون چیزی که لازم بوده می طلبیده؟ از این مقوله بگذرم. من از برنامه ریزانی که برای همگان و به دراز مدت نسخه می پیچند به دلایل زیر گریزانم. جامعه 60 و چند میلیونی ما، صحبت 20 سال پیش دارم میکنم، جامعه 60 و چند میلیونی ما پیچیدگی های زیادی دارد و آینده دانش و فناوری آبستن رخدادهای فراوانی است. در هر گوشه از دنیا اتفاق بیفتد ما را نیز متاثر میکند. در مدعیان برنامه ریزی دراز مدت که تجارب محدود دارند توان احاطه به این عوامل رویدادها را نمیبینم. همین چند روز پیش یاد گرفتم که در چند سال پیش پیش بینی شده بود که جمعیت اینا رو بگذارم، ولی به اثرات یک عامل مهم همیشه می اندیزم. با بیتفاوتی از کنار کرده های کوچک دیگران رد شدن را بسیار بازدارنده می بینم. به پروپای یک دیگر پیچیدن را ویرانگر می دانم. نمی خواهم برای جامعه بزرگ چند ده میلیونی من نسخه بپیچم، ولی در درون جامعه فیزیک دلم میخواهد کارهای خرد همدیگر را ببینیم و بارک الله بگوییم. دلم میخواهد فضای همفکری داشته باشیم، سنگ پیشپای همدیگر نباشیم و فکر نکنیم که موفقیت یکی عدم توفیق دیگری را سبب خواهد شد. این جامعه و کشور به قدر کافی وسیع و نیازهای آن به قدر کافی فراوان و گوناگون است که برای هر اندیشه و ابداع مصرف داشته باشد و جا برای هیچ کس تنگ نکند. این رو عرض کردم، از یه نوشته 20 سال پیشم خوندم. حالا اجازه میخوام صحبتهایی که امروز با چند نفر از دوستان فرنگستانی رد و بدل کردم یه مقدار از اینا بخونم. سلام و درود به دوستان بزرگوارم. پیام‌های بزرگواران را در وبسایت فرنگستان می‌خوانم. اندیشه می‌کنم در شرایط و سن و سالی که هستیم چه سخنی نوعی برای گفتن داریم و اگر گفتیم وزن سخنمان در جامعه و مهمتر از آن در پیشگاه سیاست‌ورزان و تصمیم‌سازان و حاکمان چقدر خواهد بود. با این حال بخشی از وزارت علوم دعوتمان کرده است در تدوین برنامه 7 توسعه وزارت عطف شرکت کنیم. فرصت خوبی است که خودمان را بیازماییم و ببینیم در این میدان می توانیم گویی بزنیم یا نه. یه پاسخی از یکی از دوستانم شنیدم. حضرت استاد، ما همیشه
از جناب عالی درباره پیشرفت علمی کشور سخن ها شنیده ایم، ولی متقابلا از مخالفین این نظر هم شنیده ایم. هر چند قول شما برای ما حجت است، ولی اون چه برای من مسلم است اون که به رغم اون که رهبر معظم کشور فرموده اند من تا جان دارم از حمایت پیشرفت علمی حمایت میکنم، ولی دانشگاه ها هر روز ضعیفتر میشوند، اساتید از شرایط سختی برخوردار هستند، هرچند شرایط مالی کشور برای ما معلوم است و موضوع مالی مطرح نیست، ولی انتظار می رود قدردانی از ایشان به عمل بیاید. حالا این پاسخ من بوده. حضرت استاد، به باور من در همه جای دنیا قوام و دوام جوامع در گروه همت آدمای متوسط الحال جامعه است. اگر این گروه متوسط بستر رشد مناسب فراهم کرده باشد، صاحبان استعدادهای برترش مجال ارزندام می‌یابند و ناخلفهایش پا پس می‌کشند. اگر چنین بستری فراهم نشده باشد، نوابق بالقوه در نطفه خفه می شوند و ناخلف ها میداندار می شوند. کشور عزیز ما هم از این قاعده به کنار نیست. با یک تفاوت، طبقه متوسط الحال ما که بخش بزرگ جمعیت را تشکیل می دهد، به هر دلیل تاریخی، فرهنگی، تربیتی، عقیدتی و جز اینها دارای یک شعور عمومی برای تشخیص سره از ناسره است. صرف نظر از اینکه حاکمان و سیاستمداران و برنامه ریزانش چه میگویند و چه میخواهند، سرشان به کار خودشان مشغول است و اون چرا مناسب میدانند انجام میدهند. همچنین بر این باورم که جامعه دانشگاهی در داشتن شعور عمومی پیشگام است. گواه هم بر این مدعا وجود گروه جوان نیالوده و کمالجو در جامعه دانشگاهی است که مدیر و معلم و استاد را مطابق با ایدئالها و خواسته هایش به پیش می راند و به همین سبب هم هست که از جامعه دانشگاهی رسوایی های اخلاقی و فسادهای مالی و غیر مالی بزرگ در مقایسه با بخش‌های دیگر جامعه گزارش نشده است. در فرصت‌های فراوان گفته و نوشتم که دانشگاه‌ها مکانیزم خودبالایی در درون خود دارند. ناهنجاری‌ها را به هنگام و با کمترین هزینه از میان برمی‌دارند. گواه‌های زیادی دارم که در دانشگاه‌هایمان از هر منظری نگاه کنید، کارهای علمی و ابتکاری خوب و بروز قابل عرضه در صحنه های بین المللی و قابل کاربردی در درون کشور انجام گرفته و می گیرد. این را هم می دانم نظرهای متفاوتی با اون چه من دارم گفته و نوشته می شود و خواهد شد. من همه این سیاه بینی ها را به حساب بدبینی و هیچ انگاری و هیچ اندیشی مفرطی که جامعه گرفتارش است می گذارم. مرغ همسایه برای من غاز بوده است و خودمان اگر طاووس علیین هم داشته باشیم از زشتی پاهای شرمساریم، ولی پرهای سیبایش را نمی بینیم. سرتان رو بیش از این درد ندم. حرف گفتنی و نوشتنی زیاد دارم. به همین جا بسنده می کنم تا نظر دوستان چه باشد و اگر سؤالی جوابی بود در خدمت خواهم بود. خیلی ممنونم آقای دکتر سبوتی. لطف فرمودید، خیلی نکات جالبی مطرح فرمودید. همینجور که ملاحظه می‌فرمایید، انجمن فیزیک یک لوح جهت تقدیر از جناب عالی تهیه کرده که این لوح رو الان تصویرش رو می‌بینید. من اینو از طرف انجمن به جناب عالی تقدیم میکنم، ولی بعداً به دستتون خواهد رسید، چون الان صرفاً تصویرش رو ملاحظه می‌فرمایید. شرایط امروز است. خیلی ممنونم از لطفی که کردید. تشکر.